قرعه کشی یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، لیورپول رئال مادرید، بایر مونیخ پی اس جی، تکرار فینال ها. واکنش کلوب به تقابل لیورپول با رئال مادرید و تکرار فینال 2018. لحظه شماری محمد صلاح برای تصفیه حساب با راموس. واکنش زیندین زیدان به قرعه رئال مادرید و لیورپول. لاپورتا می تواند نیمار و میسی را دوباره با هم برساند. قرعه کشی یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به انجام رسید و در این مرحله دو فینال فصل قبل و فصل 2017 و 2018 تکرار خواهد شد. امروز قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در مقر یوفا برگزار شد و تیم های حاضر با حریفان خود آشنا شدند. در یکی از جذابترین مسابقات دو تیم بایر مونیخ و پاریس سن ژرمن به مساف یکدیگر خواهند رفت تا در مرحله یک چهارم نهایی شاهد رقابتی باشیم که فصل گذشته در دیدار فینال آن را تماشا کردیم. مسابقه تماشایی دیگر بین دو تیم رئال مادرید و لیورپول برگزار خواهد شد. دو تیم در فینال 2018 و 2019 به مساف هم رفته بودند که در آن بازی رئال مادرید با شکست قرمزهای آنفیلد و مقام قهرمانی رسید، موضوعی که میتواند جدال این فصل دو تیم را به مسابقه انتقامی برای تیم یورگن کلوب تبدیل کند. دو مسابقه دیگر به تقابل تیم های چلسی، پورتو و منچستر سیتی دورتموند برمیگردد. مسابقات که روی کاغذ تیم های انگلیسی برای صعود از شانسی بیشتری در آنها برخوردار هستند، اما لیگ قهرمانان رقابتی است که هیچگاه قابل پیش بینی نیست. برنده بایر مونیخ پی اس جی در نیمه نهایی میزبان برنده بازی سیتی دورتموند خواهد بود و برنده لیورپول رئال مادرید هم در نیمه نهایی به مساف برنده چلسی پورتو می رود. واکنش کلوب به تقابل لیورپول با رئال مادرید، تکرار فینال 2018. یورگن کلوب سرمربی لیورپول دیدار برابر رئال مادرید را جذاب توصیف کرد و مدعی شد که از تقابل قبلی خاطرات خوشی ندارد. عصر امروز مشخص شد که دو تیم رئال مادرید و لیورپول در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مساف هم خواهند رفت. این دو تیم در فینال سال 2018 کیف نیز به مساف هم رفتند که در پایان کهکشانی ها در روز پر اشتباهی کاریوس در بازبان آن زمان لیورپول به پیروزی 3-1 رسید و برای 13مین بار قهرمان اروپا شد. یورگن کلوب و شاگردانش دو سال پس از آن دیدار جنجالی حالا فرصت دارند که انتقام بگیرند و با حذف رئال مادرید راهی مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا گردد. کلوب که تیمش شرایط خوبی ندارد ساعت قبل به تقابل تیمش برابر رئال مادرید واکنش نشان داد و مدعی شد این دیدار بسیار جذاب خواهد بود. وی در این مورد گفت: خیلی قرعه هیجان انگیز است. واضح است که رئال مادرید تیمی بزرگ و سرسخت است، اما من احساسی خوبی بابت آن دارم، زیرا شما به هر شش تیم دیگر حاضر در این مرحله نگاه کنید، متوجه می شوید که تمام حریفان کیفیتی بالایی دارند و مشکل زا هستند. من به صبرانه منتظر این بازی هستم. دو سال از آخرین دیدار ما با رئال مادرید میگذرد و مشخص است که ما خاطراتی خوبی از آن بازی نداریم. پس یک بار دیگر بازی کردن با آنها میتواند جذاب باشد. میدانم که بازی فینال با مرحله یک چهارم نهایی متفاوت است و ما هنوز نمیدانیم که در کدام زمین بازی خواهیم کرد. اگر در بوداپست به میدان برویم خوب است. این در حالی است که هنوز مکان میزبانی رئال مادرید از لیورپول مشخص نیست و دیده شود که این بازی در کدام ورزشگاه برگزار خواهد شد. رئال مادرید لیورپول، لحظه شماری محمد صلاح برای تصفیه حساب با راموس. در دیدار رئال مادرید با لیورپول در دور یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا بنابر دلایل مختلفی جذابتر از گذشته خواهد بود. ساعت قبل قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در مقر یوفا برگزار شد که بر اساس آن منچستر سیتی با دورتموند، پورتو با چلسی، بایر مونیخ با پاریس سن ژرمن و رئال مادرید با لیورپول دیدار خواهند کرد. در این میان دیدار دو تیم رئال مادرید و لیورپول به دلیل جنجال های فراوانی که در دیدار قبلی این دو تیم در فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال 2018 اتفاق افتاد جذاب تر خواهد بود. در سال 2018 دو تیم رئال مادرید و لیورپول در فینال رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با هم دیدار کردند که بیشتر کارشناسان شانس لیورپول را با توجه به درخشش بسیار خوبی محمد صلاح که در آن زمان داشت بیشتر از کهکشانی ها می دانستند.
محمد صلاح اما در آن دیدار پس از برخورد با سرخیو راموس از ناحیه شانه شدیداً مصدوم شد و با چشمان اشکبار زمین بازی را ترک کرد و لیورپول نیز آن بازی را با نتیجه 3-1 باخت و جام را کاپتان کهکشانی ها بالای سر برد. پس از آن بازی بسیاری از کارشناسان راموس را به دلیل خطایی که بالای محمد صلاح انجام داد تنبیه کردند و خطای او را قصدی و برنامه ریزی شده خواندند که از سوی کاپتان رئال مادرید رد شد. حالا محمد صلاح با توجه به برخورد رئال مادرید با لیورپول این فرصت را خواهد داشت تا با کاپتان کهکشانی ها تسویه حساب کند و انتقام خودش را بگیرد. صلاح که از برخورد با رئال مادرید راضی به نظر می رسد با توجه به درخششی که دارد می تواند راموس و یارانش را زمین گیر کند و ضمن گرفتن انتقام راهی مرحله بعدی شود. واکنش زیندین زیدان با قرعه رئال مادرید و لیورپول. زیندین زیدان بازی با لیورپول قدرت بدنی بالایی نیاز دارد. زیندین زیدان سرمربی رئال مادرید در کنفرانس خبری پیش از بازی فردای این تیم برابر سلتا ویگو در لالیگا درباره برخورد با لیورپول در یک چهارم نهایی چمپیونز لیگ صحبت کرد. ساعتی پیش قرعه‌کشی مرحله یک چهارم نهایی چمپیونز لیگ به انجام رسید و طبق قرعه رئال مادرید و لیورپول به مساف یکدیگر خواهند رفت. دیداری که یادآور بازی فینال فصل 2017 و 2018 لیگ قهرمانان است. فینالی که در شهر کیف برگزار شد و رئال مادرید توانست با برتری 3-1 برای 13مین بار فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود. زیندین زیدان سرمربی رئال مادرید کمی بعد از مشخص شدن قرعه این تیم در مرحله یک چهارم نهایی در کنفرانس مطبوعاتی پیش از مسابقه فردا برابر سلتا ویگو در جملات کوتاه به اظهار نظری درباره این قرعه و دیدار با لیورپول پرداخت. زیدان که به خوبی از قدرتی که لیورپول میتواند از خود نشان دهد آگاه است و گفت: من از دشواری هایی که در این سطح از مسابقات وجود دارد آگاهیم. همه تیم ها خیلی خوب هستند و مخصوصا از نظر فیزیکی و قدرت بدنی بسیار بسیار طاقت فرسا خواهد بود و توانی زیادی از ما طلب خواهد کرد. ما این تیم را میشناسیم و از نظر فیزیکی آنها از شما قدرتی بیشتری را طلب میکند. اما اکنون وقت این صحبت ها نیست و پس از تحلیلات بازی های ملی باید به فکر این موضوع باشیم. اکنون ما بازی فردا برابر سلتا را پیش رو داریم و فقط به این بازی فکر میکنیم. نیمار و مسی هم بازی میشود، اما آندرا کوره نماینده سابق نیمار مدعی شده که نیمار و مسی هم بازی خواهند شد، اما در پی اس جی نه بلکه در بارسلونا. با توجه به پایان قرارداد مسی در پایان فصل، احتمال جدایی این بازیکن بسیار متصور است و کارشناسان نقل و انتقالات معتقدند که این بازیکن تمایل به حضور در پی اس جی و هم بازی شدن با نیمار جونیور دارد. آندرا کوره نماینده سابق نیمار مدعی شده که نیمار و مسی هم بازی خواهند شد، اما در پی اس جی نه بلکه در بارسلونا. وای در این مورد به الیترال گفت: نیمار قصد دارد با مسی هم بازی کند، اما نه در پی اس جی بلکه در بارسلونا. در تیم دیگر شک دارم که این کار انجام شود. 2 سال پیش بود که بارسلونا از من درخواست کرد و ما سعی کردیم که او را دوباره به خدمت بگیریم. ما خیلی کم کار داشتیم تا بتوانیم انتقال را کامل کنیم، او را از پاریس به بارسلونا ببریم، اما نشد. در حال حاضر این انتقال ناممکن به نظر می رسد، اما من فکر می کنم لاپورتا رئیس بسیار خوبی برای بارسلونا است و می تواند آنها را کناری هم بگذارد. کوره در ادامه در مورد جدایی احتمالی لیونل مسی صحبت کرد و گفت: من فکر می کنم لیونل مسی بارسا را ترک نخواهد کرد و او نمی رود. مسی شروع کرد و باید تاریخ خود را در اروپا با پیراهن بارسلونا به پایان برساند. این در حالی است که با انتصاب لاپورتا به عنوان رئیس جدید باشگاه بارسلونا احتمال ماندن مسی افزایش یافته و در صورتی که این بازیکن در نیمکمپ بماند و نیمار قراردادش را با پاریس سن ژرمن تمدید نکند، انتقال ستاره برزیلی به بارسلونا بسیار قابل تحقق است.